خلاصه داستان سریال هر جایی قسمت 208. زهرا بعد از بگومگو با هازارد دیگر مطمئن است که زندگیش را از دست داده است. عزیزه در بیرون از شهر به محمود وصیت می کند که مراقب خانوادهش باشد و سپس توی قبر دراز می کشد و با خودش می گوید کارهایی که من انجام دادم قابل بخشش نیستند. نه هازار نه میران هرگز منو نمی بخشن. و به لحظه ای فکر می کند که با وجود آن همه ظلم ریان خودش را به خطر انداخت و جان او را نجات داد. او حتی زندگی جهان را هم به دوزخی تبدیل کرده بود. عزیزه آماده می شود که خودش را از بین ببرد. ریان خودش را به آنجا می رساند و به عزیزه می گوید نباید بدون حرف زدن و روبرو شدن با پسرت بری. تو باید عذاب کارهات رو به خاطر بچه ها تحمل کنی. با اسم عزیزه بدی کردی ولی با اسم عایشه خوب کن، چون من مطمئنم که هنوز خوبی در تو وجود داره، چون منو بچه‌م رو نجات دادی. اگه بمیری پدرم و میران هرگز خودشون رو نمی بخشن. اون موقع خودت هم هرگز بخشیده نمیشی. زنده بمون و جبران کن. عزیزه با حرفهای ریان مجاب می شود و به خانه بر می گردد. میران که تا صبح جلوی اتاق نشسته تا شاید دلشاه او را صدا بزند وارد اتاق می شود و کنار مادرش می نشیند. دلشاه فاصله اش را با او حفظ می کند و میران می گوید به من یه قبر نشون دادن و گفتن که قبر توه. تو چطور مطمئن شدی که پسرت مرده؟ دلشاه می گوید عزیز منو سر مزاری برد که اسم میران روش نوشته شده بود و پیراهن کوچک خونی اونو به دستم داد. حالا تو خودتو ناراحت نکن، عزیز تو رو هم فریب داده و من مادرت نیستم. میران دست دلشاه را میبوسد و میرود. بیرون از اتاق ریان به او میگوید تو باید سراغ عزیزه بروی و اونو با مادرت روبرو کنی. اگه عزیزه بهش بگه که تو زنده ای شاید باور کنه. گونل که احساس میکند جای جز کنار مادرش ندارد تصمیم میگیرد به کارس پیش مادرش برود، ولی از طرفی نسبت به آزاد احساس پیدا کرده و میخواهد احساس آزاد را نسبت به خودش بداند. بنابراین پیش او میرود و میگوید دست دارد به کارس برود. آزاد از او میخواهد که همانجا بماند و کنار خانوادهش باشد. در ضمن به او میگوید که میتواند روی حمایتش حساب کند. نسوح تصمیم دارد به هازار بگوید که عزیز مادرش است، ولی هازار وقتی از زبان پدرش میشنود که او و عزیز عاشق هم بودند و حتی فرزندشان در آتش سوزی از بین رفته فریاد میزند. پس هر زنی که بچهش از بین رفت بیاد و مردم آزاری کنه و انتقام بگیره. عزیز قابل بخشش نیست و میرود. او به ادامه حرفهای پدرش گوش نمیدهد. عزیزه به سمت عمارت اسلام بی میرود و مردم به او لعنت میفرستند. اما عزیزه تصمیم گرفته تحمل کند و با تقدیرش روبرو شود و وارد عمارت میشود. فیرات از او میپرسد تو از من و مادرم حمایت کردی، ولی چرا به مادر میران رحم نکردی و مادر و پسر رو از هم جدا کردی؟ اسما به او میگوید باید چیزایی به تو بگم و او را به اتاقی میبرد و عزیزه با فسون تنها میماند. هارون ناخواسته حرفای یارن را از پشت تلفن میشنود که با هاندان میگوید من و هارون دیگه زن و شوهریم، به زودی حامله میشم. اون موقع میتونم هارون رو روی انگشتام بچرخونم و گونل و فیرات رو از امارت اسلام بی بیرون بندازم و خانوم اینجا بشم. هارون مات و مبهوت زنش را نگاه میکند.
خلاصه داستان سریال هر جایی قسمت 209 هم. در امارت اسلام بی فسون به عزیزه میگوید به زودی به امارت شادوغلو میرم و به همه میگم تو و نسو عاشق هم بودین و هازار پسر شماست. عزیزه جواب میدهد هر کاری دوست داری بکن، ولی بدون اگه با پسرم کاری داشته باشی پسرت به خطر میفته. در همین حال میران و ریان از راه میرسند و میران با خشم داد میزند. پیراهن خونی منو به مادرم نشون دادی و باعث شدی به پذیر فرزندش مرده. حالا اون منو قبول نمی کنه. ریان جلو می رود و از عزیزه می خواهد همراه آنها به امارت شادوغلو برود و دلشاه را مجاب کند که میران پسر اوست. عزیزه همراه آنها می رود. فیرات به اسما می گوید اگه میگی هازار پسر نسو و عزیزه است، پسر هازار حق داره اینو بدونه. اسما می گوید عزیزه می خواهد بدیهاش رو جبران کنه و بعد با هازار روبرو بشه، پس هازار نباید چیزی بفهمه. از آن طرف هارون یارن را سوار ماشینش می کند و داد می زند اجازه نمیدم با احساسات من بازی بشه. اول تو رو به امارت شادوغلو می برم و تحویل پدرت می دم و بعد هم طلاقت می دم. یارن گریه می کند و در اتومبیل را باز می کند تا خودش را بیرون بیاندازد. هارون ماشین را نگه می دارد و یارن می گوید نمی خوام به خونه پدرم برم و اسلحه را از کمر هارون می کشد و روی شقیقهش می گذارد. هارون سعی می کند او را منصرف کند و اسلحه را از دستش می گیرد، ولی گلوله شلیک می شود و هارون نقش بر زمین می شود. یارن جیغ می کشد و با جهان تماس می گیرد و می گوید هارون را کشته است. جهان و هاندان خودشان را با وحشت به آدرسی که یارن داده می رسانند. جهان سریع اثر انگشت یارن را از روی اسلحه پاک می کند و همگی از آنجا می روند و جنازه هارون همانجا می ماند. میران و ریان و عزیزه وارد امارت شادوغلو می شوند. هازار از دیدن عزیزه عصبانی می شود، ولی میران توضیح می دهد که او باید با دلشاه صحبت کند. هازار دلشاه را که ترسیده پیش عزیزه می آورد و عزیزه گریه کنان می گوید که سالها پیش به دلشاه دروغ گفته و میران زنده است. دلشاه رو به میران می گوید چشات شبیه چشای پسرمه، ولی اون مرده. من 25 سال پیراهن خونی پسرم رو بغل کردم و خوابیدم. اون نمیتونه زنده باشه. میران مادرش را سوار ماشین میکند و او را به گورستان میبرد تا قبر خالی را نشانش دهد. فسون که منتظر از ضربه‌ای به عزیزه بزند ماشین را تعقیب میکند. هازار از عزیزه میخواهد که گورش را گم کند. نسوح و ریان از هازار میخواهند که با عزیزه بدرفتاری نکند. عزیزه با چشم گریان میرود و هازار داد میزند این زن قابل بخشش نیست، چرا ازش حمایت میکنیم؟ میران مادرش را سر مزار خالی میبرد و به او توضیح میدهد که عزیزه هر دوی آنها را فریب داده و قبر هر دو خالی است. اما دلشاه هنوز هم باور ندارد. از پشت درخت آنها را زیر نظر گرفته است. در همین حال که جهان قصد دارد قتل هارون را به گردن عزیزه بیاندازد، با فسون تماس میگیرد و خبر کشته شدن هارون را میدهد. فسون در میان خشم و ناامیدی اسلحه محافظش را بر می دارد و به سمت دلشاه و میران شلیک می کند.